ضرب و جرح لیلا حسینزاده هنگام انتقال از شیراز به تهران. این فعال دانشجویی پس از 11 روز بیخبری با خانواده تماس گرفت. رسول بداغی فعال صنفی معلمان هم از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در یک سال گذشته احکام دست کم 100 فعال مدنی تشدید شدند. با مجموعه خبرهای نیمروزی همراه شدید. پویا عزیزی هستم، در 2 ساعت و نیم پیش رو همراه شما. در ادامه خبرها، برگزاری کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان. شاه محمود قریشی در گفتگو با ایران اینترنشنال هدف از این نشست را حل بحران افغانستان اعلام کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مشکلات اقتصادی افغانستان پیامدهای امنیتی برای منطقه و جهان دارد. شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران بر اساس اعلام وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی کشوری کرونا از بستری شدن مبتلایان به اومیکرون در بخش مراقبت‌های ویژه خبر داد. همزمان کشورهای اروپایی برای مقابله با این سویه جدید محدودیت‌های سخت‌گیرانه جدیدی وضع می‌کنند. و آغاز و سرانجام یکی از مشهورترین شعرهای فارسی زبان. سالها پس از مرگ جلال الدین محمد رومی معروف مولانا، شهر قونیه همچنان میادگاه علاقمندان او. لیلا حسینزاده و رسول بداغی در تماس‌های جداگانه با خانواده از آزار و اذیت و ضرب و جرحشان به دست مامورهای امنیتی در زندان خبر دادند. لیلا حسینزاده فعال دانشجویی در تماس کوتاهی که با خانواده داشته اعلام کرده در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر میبره. امیر رئیسیان وکیل این فعال دانشجویی نوشته به موکلش اجازه تزریق داروهاش داده نمیشه و در جریان بازداشت در شیراز و انتقال به تهران توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. همچنین رسول بداغی فعال صنفی معلمان که بیش از 1 هفته از بازداشتش میگذره در تماس کوتاهی با خانوادش گفته هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راننده ال90 با قفل فرمون به سرش کوبیده و مامورها از انتقال او به پزشکی قانونی خودداری کردند. در ادامه گزارش‌های حقوق بشری، حیدر قربانی فعال کرد زندانی صبح امروز در زندان سنندج اعدام شده. متهم به همکاری و معاونت در کشتن چند عضو سپاه پاسداران بود. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش امسالش از افزایش فشارها و سرکوب فعالهای حقوق بشر گزارش داده. در این گزارش وضعیت پرونده دست کم 100 فعال حقوق بشر بررسی شده که با احکام زندان یا شلاق مواجه شدند. به گزارش این سازمان حقوق بشری دلیل افزایش آمار سرکوب و زندان فعالای حقوق بشر افزایش جنبش‌های دادخواهی در ایرانه. بر اساس همین گزارش بازداشت خودسرانه، فقدان رویه عادلانه قضایی و انتصاب اتهام‌های ساختگی و حتی بازداشت وکلای مدافع این کنشگران روال رایج در اکثر پرونده‌های فعال‌های حقوق بشر در سال‌های جاری بوده. همکارم نیکی محجوب اینجا با من در استودیو همراه است تا گفتگوی داشته باشیم در همین رابطه. نیکی، گزارش حاکی از افزایش فشار بر فعالان صنفی و دانشجویی در ایران، کمی درباره این فشارها ببین، از بخوایم اگه خیلی دور نریم، اتفاقاتی که افتاد بعد از اعتراضات خوزستان، تعداد زیادی فعال صنفی، فعال و کنشگر حقوق بشر بازداشت شدند. در اعتراضات اصفهان همین اتفاق افتاد. اعتراضات معلمان باز ما بازداشتی داشتیم. یه تعدادی از فعالای دانشجویی بازداشت شدن. از اون طرف فعالای اقلیت کرد و بلوچ و ترک مدام یا بازداشت میشن یا تهدید میشن. اتفاقی که داره میفته اینه که با توجه به گستردگی اعتراضات در ایران در سالهای اخیر، این حجم برخورد با فعالان حقوق بشر هم بیشتر شده. نمونه اون آنچه که قرار بود شکایتی باشه که تعدادی از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری درباره کرونا انجام بدن، اما این شد که تعدادشون بازداشت شدن و مثلا دیروز بعد از مدت‌ها مصطفی نیلی وکیل دادگستری با وثیقه 800 میلیونی تونسته بیاد فعلا بیرون تا دادگاهش. خب نیکی، درباره وضعیت لیلا حسینزاده و رسول بداغی چه اطلاعاتی داریم تا الان؟ ببین، قبلش به این بپردازیم که امروز حیدر قربانی در زندان سنندج با اعدام شد. به گفته وکیلش صالح نیکبخت، آقای قربانی اطلاع نداشته و این اعدام مخفیانه انجام شده، بدون اطلاع خانوادش انجام شده.
ضمن اینکه تاکید کرده وکیل آقای قربانی که این پرونده همچنان در دیوان عالی قرار بود بررسی بشه برای اعاده دادرسی و عملاً اشکالات و ایرادات متعددی داشت، اما متاسفانه صبح امروز حیدر قربانی با تمام انتقادهایی که نسبت به این اعدام وجود داشت اعدام شده. لیلا حسینزاده بعد از 11 روز تماس گرفته. لیلا حسینزاده 11 روز پیش در شیراز بازداشت شد به همراه تعدادی دیگه. پدرش وقتی میره دیروز یا پیروز به در هر حال دادسرای شیراز مراجعه میکنه، گفته میشه بهش که یک هفته است لیلا رو به زندان اوین منتقل کردن. خانم حسینزاده در تماسی عنوان میکنه که در چه در شیراز، چه در حین انتقالش به تهران، چه در بازداشتگاه اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته، داروهایی که مورد نیازش هست و تاکید شده روی اینکه باید استفاده بکنه در اختیارش قرار نمیگیره. خانم حسینزاده به یک نوع مشکل خاص روده باش مواجه هست که حتما نیاز داره داروهاش رو سر وقت بگیره، ولی فعلا اون رو بهش نمیدن. آقای بوداغی از اون طرف در یه تماس کوتاهی تاکید کرده روی اینکه هنوز نمیدونه کجاست، اما در انفرادیه. این فعال صنفی گفته چه در زمانی که ریختن تو خونه بازداشتش بکنن اون 6 مأمور، یک فردی به اسم رمضانی مورد ضرب و شتم قرارش داده، چه در ماشین ال90 راننده اون ماشین هم لگد زده هم با قفل فرمان بر سر و صورت آقای بوداغی کوبیده، و اتفاقی که افتاده این آقای بوداغی رو منتقل نمی‌کنن به پزشکی قانونی. هاشم خواستار هم از زندان، یه معلم زندانی دیگه، در 27 آذر یه فایل صوتی ازش اومده که در یک تماسی که باهاش گرفته شده داره صحبت میکنه و میگه یه هیئتی اومده بوده که صحبت بکنه در مورد آزادیش و گفته از موازهش کوتاه نمیاد و به اون هیئت گفته با کمترین هزینه و بدون خونریزی سیستم رو به مردم منتقل کنیم. ممنونم از تو نیکی محجوب همکارم اینجا در استودیو با من بودی. اما کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند هم با ما همراه میشن تا گفتگوی داشته باشیم. آقای غفوری، در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به چه نکاتی اشاره شده، چه نکات برجسته‌ای در این گزارش وجود داره؟ خب در این گزارش سازمان حقوق بشر ایران که خب منم در تنظیمش همکاری کردم باهاشون، یک سری طیفی از مدافعان حقوق بشر نام برده شدن، تک تک بهشون پرداخته شده که چه بر سر آنها گذشته، یعنی مواردی مانند آزارهای کلامی، آزارهای فیزیکی، ضرب و جرح در زمان بازداشت، بازجویی‌های خشن، شکنجه در زمان بازجویی، حکم‌های طویل المدت زندان، احکام شلاق و در داخل زندان محروم کردنشون از یک سری از حقوق بنیادینشون مانند دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، مانند تبعید به یک زندان دوردست که خانواده ها نتونن به راحتی باهاشون ملاقات کنن، مانند پرونده سازی در داخل زندان، یعنی اینکه یک نفر داره دوران زندانش رو تموم میکنه و برای اینکه بیشتر نگهش دارن یک بهانه میگیرن و یک پرونده در داخل زندان براش درست میکنن و اینها همینطور ادامه پیدا میکنه تا حتی قتل‌های مشکوک مانند شاهین ناصری، ما چون در مدافعان حقوق بشر طیف گسترده‌ای دارن، افشاگران هم جزء مدافعان حقوق بشر حساب میشن، افشاگران ظلم، و خب به قتل وقتی میرسن، قتل مشکوک، اونها هم این طیف رو در بر میگیرن. نکته بعدی این گزارش توجه به جنبش رو به فزونی دادخواهی است، هم به افرادی که از دادخواهان دهه 60 بودند مانند مریم اکبری منفرد اشاره شده، به اینکه چه بر سر او داره میاد و چه به فشار بر خانواده های دادخواه، پدران و مادران کسانی که در تظاهرات های اخیر کشته شدند، کسانی که در واقع والدین یا عزیزان کسانی هستند که به دنبال دادخواهی هستند بر سر سرنگونی هواپیمای اوکراینی و بسیاری از موارد دیگر. پدران و مادران دادخواه از گوهر عشقی تا پدر پویا بختیاری، اینها غیب شدند، بهشون پرداخته شده و چگونه حکومت با اینها تا کرده در این گزارش دقت آمده. و خب یک نکته دیگری هم تاکید شده که شمار مدافعان حقوق بشر در ایران بسیار بیش از این است. این گزارش دونسته بندکی بیش از 100 تا از اونها بپردازه. هر کسی که تلاش میکنه برای بهتر شدن زندگی خودش و دیگران، حقوق دسترسیشون به حقوق پایه و انسانیشون جزو این کاتگوری مدافعان حقوق بشر قرار میگیره و ما فکر میکنیم که این گزارش تنها بخش کوچکی از آنچه که در ایران میگذره بر مدافعان حقوق بشر رو پوشش داده.
آقای غفوری اشاره کرد که این گزارش بخش کوچکی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو نشان میده. با مطالعه این گزارش آیا میتونیم یک تصویر کلی از وضعیت حقوق بشر ایران داشته باشیم، یک ارزیابی داشته باشیم؟ بله قطعا. ببینید، مسئله حقوق بشر چیز چند وجهی است. یعنی مردم ایران از بسیاری از حقوق خودشون محرومن، از حقوق آزادی، از حقوق آزادی بیان، آزادی پوشش، بسیاری از حقوق پایه‌ای محروم هستند، تا بگیریم به اینکه حقوق دیگرشون نقض میشه، مانند حقوق سیاسیشون، حقوق مدنیشون. ولی این گزارش بخشی از اون رو میگیره، بخشی که به عنوان مدافعان حقوق بشر شناخته میشن. مدافعان حقوق بشر یک ترم شناخته شده بین المللی تعریف داره، حتی در سازمان ملل گزارشگر ویژه داره، یک گزارشگر ویژه به شرایط مدافعان حقوق بشر در تمام نقاط دنیا میپردازه. و موقعی که این گزارش رو ما میخونیم، اصلا وقتی حکم شلاق رو میبینیم، حکم شلاق یک حکم ضد انسانی است، غیر انسانی است، حکم ظالمانه است. در دنیای مدرن مجازات های بدنی به هیچ وجه در واقع استفاده نمیشن. در مجموع این قضایا میتونیم بفهمیم که چه داره بر سر بخشی از مردم ایران میاد. اگر اون رو تعمیم بدیم، از کنشگران به سوی بستر مردم ایران، از مجازات اعدام، از قطع دست که در ایران انجام میشه، از کسانی که به خاطر 4 بار نوشیدن مشروب اعدام میشن، اینها وقتی در برابر جامعه جهانی قرار میگیرن، یک تصویر بسیار سیاه رو از آنچه که بر مردم ایران این روزها میگذره به نمایش میذاره. سپاسگزارم از شما. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، همراه ما بود. در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگه توافق با آژانس برای تعویض دوربین‌های نظارتی در مجتمع کرج اقدامی داوطلبانه بوده و این ادعا که ایران تحت فشار توافق کرده صحت نداره. بهروز کمالوندی گفته از امروز بررسی‌های فنی امنیتی دوربین‌ها رو آغاز می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با رد ادعاهای طرفین اروپایی در رابطه با تعویق افتادن گفتگوهای وین گفته تهران درخواستی برای وقفه در مذاکرات نداشته. سعید خطیب‌زاده از طرف‌های غربی برای مذاکرات جدیت بیشتری به خرج بدن. خبرگزاری فرانسه گزارش داده حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن و عضو پیشین سپاه پاسداران، با یه هواپیمای عراقی این کشور را ترک کرده. در حالی که گفته میشه حوثی‌های یمن خواستار خروج سفیر ایران از این کشور شدن، سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع رو خبرسازی خونده و گفته علت خروج حسن ایرلو ابتلاش به کرونا بوده. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال نوشته بود که حوثی‌ها از عربستان سعودی خواستن اجازه بده حسن ایرلو از این کشور خارج بشه، اما عربستان سعودی با این درخواست مخالفت کرده. بودجه شورای نگهبان در 14 سال گذشته 10 برابر شده. برآوردها حاکی از اینند که بودجه این نهاد از حدود 24 میلیارد تومان در سال 87 به رقم پیشنهادی 277 میلیارد تومان در بودجه سال 1401 رسیده. روزنامه شرق در مقاله این سوال را مطرح کرده که در سالهایی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شه، چرا باید بودجه این نهاد افزایش پیدا کنه؟ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال گفته فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی و غیره فقط مختص سال انتخابات نیست. در ادامه مجموعه خبری نیمروز نگاهی می‌کنیم به آغاز کنفرانس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد. وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی هدف از برگزاری این نشست رو اتخاذ یک تصمیم مشترک برای حل بحران افغانستان دونست. مجموعه خبر نیمروز رو می‌بینید. مروری بر عناوین خبرها. ضرب و جرح لیلا حسین‌زاده هنگام انتقال از شیراز به تهران. این فعال دانشجویی پس از 11 روز بی‌خبری با خانواده تماس گرفت. رسول بوداغی فعال صنفی معلمان هم از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در یک سال گذشته احکام دست کم 100 فعال مدنی تشدید شدند. برگزاری کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان. شاه محمود قریشی در گفتگو با ایران اینترنشنال هدف از این نشست را حل بحران افغانستان اعلام کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مشکلات اقتصادی افغانستان پیامدهای امنیتی برای منطقه و جهان دارد. شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران بر اساس اعلام وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی کشوری کرونا از بستری شدن مبتلایان به اومیکرون در بخش مراقبت‌های ویژه خبر داد.
همزمان کشورهای اروپایی برای مقابله با این سویه جدید محدودیت‌های سختگیرانه جدیدی وضع می‌کنند. و آغاز و سرانجام یکی از مشهورترین شعرهای فارسی زبان. سالها پس از مرگ جلال الدین محمد رومی معروف به مولانا، شهر خونی همچنان میادگاه علاقمندان او. وزرای خارجه 57 کشور اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان گرده هم اومدند تا به بحران انسانی، فقر و گرسنگی در افغانستان رسیدگی کنند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی حملات تروریستی داعش در افغانستان را محکوم کرد و اون را نه فقط موجب رنج مردم این کشور بلکه دارای پیامدهای امنیتی منفی برای صلح منطقه‌ای دونست. نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، بزرگترین نشست با موضوع افغانستان از زمان خروج نیروهای آمریکا و ناتو از این کشور، و نماینده‌های سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و اروپا هم در اون حضور دارند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با محمود قریشی همتای پاکستانی خودش دیدار کرده. در این کنفرانس به جای پرچم سفید طالبان، پرچم سرنگ افغانستان در کنار پرچم سایر کشورها گذاشته شد. همکارم جواد همدانی از محل برگزاری کنفرانس گزارش میده. هفدمین نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، لحظات پیش جلسه افتتاحی آن پایان پذیرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان مهمان ویژه یا سخنان ویژه این جلسه بود و عمران خان در سخنرانی خودش به مسائل متعددی اشاره کرد. از جمله چیزی که خیلی جلب توجه کرد این بود که او گفت که در جهان ما یک تعریف واحدی از حقوق بشر نداریم و همه کشورها بر حسب در واقع فرهنگشون و ایده هاشون این موضوع رو تعریف میکنن، پس نمیتوان انتظار داشت که در واقع همه یک تعریف از حقوق بشر داشته باشیم. چیزی که خب جامعه جهانی از افغانستان انتظار دارد که آنها حقوق بشر رو رعایت کنن. به نظر میومد که از موضع طالبان به نوعی دفاع میکرد. او همچنان گفت که افغانستان در شرایطی که افغانستان باهاش مواجه شد از 15 آگوست به این طرف، هر کشوری بود متلاشی میشد و افغانستان هم همین اتفاق هم برای افغانستان افتاده و گفته که فوراً کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان صورت بگیره. از آن سو وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به عنوان میزبان این نشست هم سخنرانی کرد و گفت که در واقع شرایطی که در افغانستان از نیاز به توجه فوری مردم داره. و همچنین گفت که بدون قید و شرط کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تعلق بگیره. سخنران دیگر که در این جلسه افتتاحی سخنرانی کردند از جمله فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی بود که او بر تاکید زیادی داشت بر تشکیل دولت فراگیر همه شمول و همچنین بر رعایت در واقع حقوق زنان از جمله حق آموزش و پرورش زنان و اقلیت‌ها. همچنین حسین براهیم طه به عنوان دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی هم سخنرانی کرد. از جمله سخنرانان این جلسه محمد جاسر بود، رئیس بانک توسعه اسلامی، و او از ایجاد یک صندوق برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هم خبر داد. و نیز سخنرانان از گروه‌های مختلف مثل گروه عرب، گروه در واقع آسیا و همچنین گروه آفریقا نمایندگان آنها هم صحبت کردند. از جمله سخنرانانی که در این جلسه حضور داشتند و سخنرانی کردند، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال گفت هدف از برگزاری این نشست اتخاذ یک تصمیم مشترک برای حل بحران افغانستان. هدف از این نشست جلب توجه جهان به وضعیت حساس افغانستان است و اینکه یک بحران انسانی در حال شکل گیری است. اگر به این مسئله توجه نشود، اقتصاد افغانستان سقوط خواهد کرد. بنابراین هدف این است که عواقب آن درک شود و یک رویکرد مشترک و هماهنگ برای چگونگی برخورد با این وضعیت به دست آید. طالبان تحت تاثیر قرار گرفتند، اما هدف اصلی جلب توجه جهان به مردم افغانستان است. 8 میلیون نفر جمعیت این کشور. در این نشست نگرانی‌ها و چالش‌های طالبان را بررسی خواهند کرد و برای جامعه جهانی مهم است که دیدگاه آنها را بشنود. و در مقابل طالبان نیز باید نگرانی‌ها و درخواست‌های جامعه جهانی را بشنود. همراه میشیم با همکارم امانه فرهنگ در اسلام آباد تا بیشتر در همین رابطه گفتگو کنیم. امان، فکر میکنم که تا الان دیگه باید نشست افتتاحیه هم برگزار شده باشه و دیدارهایی هم صورت گرفته باشه. آخرین ها چه هست از این نشست؟ با
خب نشست افتتاحیه لحظات پیش پایان یافت و حالا نشست پشت درهای بسته جریان داره و قرار است که نمایندگان تمام کشورهایی که در این نشست حضور پیدا کردند با توجه به سخنرانی‌هایی که در نشست افتتاحیه شد و تأکیدی بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد و حالا قرار است این نشست پشت درهای بسته که حالا خبرنگاران را اجازه پوشش ندادن گفتگو بکنن و تصمیم مهم را تصمیم را بگیرن و همچنان اعلامیه‌ای قرار است صادر بکنن پس از پایان این نشست پشت درهای بسته و در پایان روز قرار است که نشست خبری برگزار شود و وزیر خارجه پاکستان و وزیر خارجه عربستان سعودی قرار است که در پایان نشست خبری داشته باشد و به خبرنگاران پاسخ بده که چی تصمیم‌های گرفته خواهد شد. وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی آغازین نشست تاکید کرد که باید یک مسیر پولی ایجاد شود که مردم افغانستان کمک بشه و همچنین یک گروه فنی کاری مشترک از سازمان همکاری‌های اسلامی و همچنین از سازمان ملل ایجاد شود تا بحران افغانستان و وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را بررسی بکنند تا از طریق کمک بشه به مردم افغانستان و عربستان سعودی حدود یک میلیارد دلار اختصاص داده برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. عمران خان هم تاکید کرد که حالا وضعیت بسیار دشوار است، هرچند نوبت شده باید تصمیم گرفته شود برای مردم افغانستان کمک بشه و او هرچند اشاره کرد که وضعیت اقتصادی در افغانستان پیش از حضور طالبان در افغانستان یعنی پیش از 15 اگست بیش از نیم مردم افغانستان با فقر و دوچار بودن و زیر خط فقر زندگی میکردن و حالا این با وضعیتی که حالا طالبان آمدن در افغانستان و کمک‌های جهانی قطع شد و حالا پول افغانستان هم منجمد است و اجازه نداره و بانک‌های افغانستان رو به سقوط است باید یک تصمیم واحد گرفته شود و بانک توسعه اسلامی هم گفت که حاضر است در چارچوب سازمان همکاری‌های اسلامی کمک بکنن مردم افغانستان رو و تا از طریق بتونن کمک به مردم افغانستان کمک رسانی بشه. ممنونم از تو همکارم امانه فرهنگ در اسلام آباد با ما بودیم. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن هم با ما همراه هستند تا گفتگویی داشته باشیم در همین رابطه. آقای علیزاده، نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در حال برگزاری است و محورش هم طالبان و افغانستان هست. گفته شده که بیشتر در این رابطه گفتگو میشه در این نشست. با توجه به سابقه ای که از این سازمان و این نشست هست، ارزیابیتون چیه؟ فکر میکنید آیا موفق بشن در حل بحران؟ ببینید، سازمان همکاری اسلامی 57 کشور مسلمان رو در درون خودش جا داره، 57 کشوری که بیشترشون بحران‌های داخلی مرزی بین همدیگه داشتن، مثل جنگ ایران و عراق و شرایط کنونی یمن. تقریبا رکورد بسیار مثبتی از این سازمان برای حل مشکلات درون کشورهای اسلامی دیده نمی‌شود. چندان سازمان مؤثری نیست، اما به هر حال این اجلاسی که برگزار شده از یه جهت اهمیت داره و اون این هستش که پیشنهاد اون رو عربستان سعودی داده، چون ریاست سازمان همکاری اسلامی رو بر عهده داره، میزبانیش رو هم پاکستان بر عهده داره که میدونید از حامیان اصلی طالبان هستش، و دو دستور کار در برنامه این اجلاس هست، یک دستور کار علنی و یک دستور کار پنهانی. دستور کار علنیش این استش که خب شرایط فقر و فاقه و مشکلات درونی افغانستان بالا گرفته، پولهای کشور منجمد شده توسط آمریکا، یک کمک رسانی بشر دوستانه ای از طریق کانالهای بین المللی اسلامی به عربستان میرسن که مردم واقعا در این زمستانی که میاد از گشنگی نمیرن. این ابتکار درستی است، اما اون هدف پنهانی عبارت هست از این که پاکستان به شدت مایل هستش که کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی دولت حاکم طالبان رو به رسمیت بشناسن، و در این خصوص کشورهای قطر، امارات و اندونزی هم خیلی همسویی دارن. با این حساب این هدف پنهانی است و می‌بینیم که در این اجلاس از وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی دعوت به عمل اومده، اما در اجلاسی که در مثلا گروه کشورهای همکاری گروه 8 کشور اسلامی جمع شده بودند در ترکمنستان دعوت نشده بود. به هر حال نوعی به رسمیت شناختن دو فاکتوی این جریان در افغانستان محسوب میشه این اجلاس.
آقای علیزاده، نماینده ایران هم شرکت کرده میدونیم در این نشست و به هر حال موضع ایران در رابطه با طالبان هم تا جایی که الان اعلام شده یک دولت فراگیره، ایجاد یک دولت فراگیر. فکر میکنید با این مواضع و با توجه به اهداف پنهان و پیدایی که اشاره کردید چقدر میتونه این موضع چاره ساز بشه؟ بعید به نظر میرسه، چون طالبان کشوری نیستش که یعنی جریانی نیستش که دارای منطق باشن و دنبال دولت فراگیر باشن. و ضمن اینکه وقتی که ایران ایراد گرفت که دولتی که در طالبان در توسط طالبان شکل گرفته فراگیر نیست، بلافاصله مقامات طالبان گفتن مگه دولتی که در خود جمهوری اسلامی شکل گرفته فراگیر هستش؟ یعنی منطقی که جمهوری اسلامی میخواد با طالبان مواجهه بکنه منطق مؤثری نیست وقتی که خودش دولت فراگیر نداره. اما در این حال اینم فراموش نباید کرد جمهوری اسلامی ایران بسیار نگران هستش از وضعیتی که در طالبان به وجود آوردن. همین اخیراً درگیری مرزی به وجود اومد و چند پاسگاه ایران توسط طالبان برای ساعاتی اشغال شده بود که خب مسئله حل شده بود در کلیت. تهران بسیار با نگرانی تحولات افغانستان رو پیگیری میکنه. ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما بودید. در ادامه مجموعه خبری نیمروز تا دقایقی دیگه گزارشی داریم از بزرگداشت مولانا جلال الدین مشهور به مولوی، مراسمی که هر ساله در قونیه و آرامگاه او برگزار میشه و شمار زیادی هم در اون شرکت میکنه. مجموعه خبر نیمروز رو میبینید. مروری بر عناوین خبرها. ضرب و جرح لیلا حسینزاده هنگام انتقال از شیراز به تهران. این فعال دانشجویی پس از 11 روز بیخبری با خانواده تماس گرفت. رسول بداغی فعال صنفی معلمان هم از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در یک سال گذشته احکام دست کم 100 فعال مدنی تشدید شده است. برگزاری کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان. شاه محمود قریشی در گفتگو با ایران اینترنشنال هدف از این نشست را حل بحران افغانستان اعلام کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مشکلات اقتصادی افغانستان پیامدهای امنیتی برای منطقه و جهان دارد. شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران بر اساس اعلام وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی کشوری کرونا از بستری شدن مبتلایان به اومیکرون در بخش مراقبت‌های ویژه خبر داد. همزمان کشورهای اروپایی برای مقابله با این سویه جدید محدودیت‌های سختگیرانه جدیدی وضع می‌کند. و آغاز و سرانجام یکی از مشهورترین شعرهای فارسی زبان. سالها پس از مرگ جلال الدین محمد رومی معروف مولانا، شهر قونیه همچنان میادگاه علاقمندان است. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در ایران شناسایی شده. در همین حال رضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خواستار بازگشت محدودیت‌های کرونایی به دلیل کشف سویه اومیکرون شده و هشدار داده در صورت اجرا نشدن محدودیت‌ها احتمالاً در 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک اومیکرون در کشور خواهیم بود. در همین رابطه مجید مختاری عضو کمیته علمی کشوری کرونا هم از شیوع سویه اومیکرون کرونا در ایران خبر داده و تایید کرده افرادی با ابتلا به این سویه جدید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. در حالی که بسیاری از کشورها محدودیت‌های جدیدی را برای مقابله با سویه جدید اومیکرون وضع می‌کنند، در ایران تصاویری منتشر شده که حاکی از برگزاری عزاداری ایام فاطمیه است که در برخی موارد پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت نشده. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد از برگزاری کنسرت‌های موسیقی طبق برنامه زمان بندی شده و از ابتدای دی ماه خبر داده. بر اساس تاییدیه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار این کنسرت‌ها با ظرفیت 100% در سالن‌ها برگزار بشن. پیشتر زمان برگزاری کنسرت‌ها ابتدای آذر ماه اعلام شده بود، اما به دلیل اختلاف نظر سالن‌دارها با تهیه کننده‌ها در خصوص بهای بلیت این زمان به تعویق افتاد. شیوع سویه اومیکرون در اروپا باعث شده دولت‌ها محدودیت‌های سختگیرانه جدیدی وضع کنند.
هلند در آستانه سال نو قرنطینه سراسری رو به اجرا درآورده و از صبح امروز مدارس، اماکن عمومی و غیر ضروری این کشور از جمله آرایشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی تعطیل شدند. این شرایط تا اواسط ماه آینده میلادی ادامه داره. کافه و رستوران‌ها، موزه‌ها و سینماها از اواخر ماه گذشته تنها تا ساعت 5 عصر مجاز به فعالیت بودن و حالا برای دست کم 3 هفته تعطیل میشن. فرانسه، دانمارک و ایرلند دیگر کشورهای اروپایی هن که تدابیر سختی برای مقابله با اومیکرون اعمال کردن. دکتر آلان فتویی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم با ما همراه میشن. آقای دکتر فتویی، چه پیامدها و چه تبعاتی داره این شیوع سوی اومیکرون در ایران؟ با توجه به سرعت انتشار بالایی که این ویروس داره و میدونیم که در نزدیک به 100 کشور جهان گزارش شده، به نظر میرسه که اگر اقدامات مقتضی برای جلوگیری از گسترش این ویروس انجام نگیره، خیلی سریع میتونه در سطح کشور پخش بشه و تبعات اون میتونه بسیار خطرناک باشه. با توجه به اینکه میدونیم که سریع میتونه ابتلا بده و به خصوص در کسانی که واکسینه نشدن ممکن هست که خطرناک باشه، به همون خطرناک بودن گونه های قبلی، مثلا گونه دلتا. ولی خب دیده شده در کسانی که واکسینه شدن با واکسن های فایزر و مدرنا شدت بیماری کمتر هست. خیلی مهم هست در شرایط کنونی که هنوز ویروس خیلی منتشر نشده، این محدودیتی که کشورهای اروپایی دارن اعمال میکنن در ایران و در کشورهای دیگه هم اعمال بشه، چون هیچ جایی مسئول نخواهد بود از ورود این ویروس و فقط مسئله زمان هست و دیر یا زود این ویروس پخش خواهد شد. به خاطر همین الان که تعداد مبتلایان در حدود 1300 نفر در روز هست در ایران، بهترین موقع هست برای ردیابی کیس هایی که مبتلا به کرونا میشن و همچنین شروع کردن به تست کردن به خصوص برای این نوع از ویروس. آقای فتویی، در گزارش های خبری هست که سرایت این سویه بیشتره، برخی دیگه میگن که در واقع این ویروس از نسبت به ویروس دلتا سرایت کمتری داره و خطرش کمتره. آیا گزارش علمی معتبری در این زمینه وجود داره؟ نظر شما چیه؟ خب دلتا ها زیاد نیست. بعد از اینکه از افریقای جنوبی گزارش شد 24 نوامبر که این ویروس پیدا شده و گسترش پیدا کرده، پزشکای افریقایی اعلام کردن که بله، کسانی که مبتلا شدن به صورت بسیار خفیفتر مبتلا میشن، ولی این میتونه یک نوع واکنش باشه به محدودیت شدیدی که برای کشورهای افریقایی اعمال شد و باید دید که داتاهای جدید چی میگن. ولی اون که مسلم هست اینه که اطلاعاتی که تا الان در دسترس هست نشون میده که گسترش این ویروس سریع‌تر هست. ولی اینکه آیا خود بیماری زایی بودن و خطرناک بودن و مرگ آور بودن ویروس بیشتر یا کمتر از نوع دلتا هست، هنوز 100% مشخص نیست. احتمال داره در کسانی که واکسینه شدن یا اینکه مبتلا شدن به ویروس قبلی، نوع انواع قبلی ویروس کرونا، بیماری خفیفتری ایجاد بکنه. ولی این نباید ما رو گول بزنه و نباید باعث بشه که این محدودیتی که لازم هست برای جلوگیری از گسترش بیماری و همچنین آمادگی برای پذیرش بیماران و فراهم کردن شرایط بیمارستانی در اینها به اصطلاح کمکاری بشه. دکتر آلان فتویی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم با ما بودید. ممنونم از شما. نگاهی کنیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده با وجود تهدید اسرائیل مبنی بر آمادگی برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران، چند کارشناس و مقام نظامی ارشد فعلی و پیشین این کشور میگن اسرائیل توانایی حمله‌ای که باعث نابودی برنامه اتمی ایران بشه یا حتی به شکل جدی اون رو به تعویق بندازه، دست کم در آینده نزدیک نداره. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل نوشته آماده شدن برای حمله‌ای که به شکل جدی به برنامه اتمی ایران ضربه بزنه دست کم 2 سال طول می‌کشه. مقامات اسرائیل معتقدن انجام حمله‌ای محدودتر در آینده نزدیک محتمل‌تره.
ارتش عراق در بیانیه اعلام کرده بامداد امروز دو راکت کاتیوشا به سمت منطقه سبز بغداد شلیک شده. یکی از این دو راکت توسط سامانه پدافندی سیرم منهدم شده و دیگری هنگام فرود به دو خودرو آسیب زده. ارتش عراق اعلام میکنه تحقیقات درباره مبدأ شلیک این راکت ها آغاز شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه راکتی که سرنگون شده در نزدیکی سفارت آمریکا سقوط کرده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. یک دادگاه تجدید نظر دستور دولت بایدن مبنی بر الزام دریافت واکسن کرونا برای کارمندهای شرکت‌های آمریکایی را که پیشتر متوقف شده بود دوباره تایید کرد. بر اساس این طرح کارکنان شرکت‌هایی که بیش از 100 کارمند دارند یا باید واکسن بزنند یا برای اثبات سلامتیشون آزمایش بدن. 80 میلیون کارمند آمریکایی مشمول این قانون میشن. 748مین سال در گذشت مولانا امسال هم برگزار شد. مراسمی که هر ساله گروهی از دوستداران او را در قونیه و در سرمای آذر ماه گرده هم جمع میکنه. فرزیا ثابتی گزارش میده. از انجام سودای عارفانه و رشد فقیهانه و سلوک شاعرانه یکی از مشهورترین شعرا و عارفان تاریخ جلال الدین محمد رومی معروف به مولانا است. حالا سالها پس از زندگی و مرگ او در این شهر، نام او همچنان زنده است و هر ساله در اواسط آذر ماه که مصادف با سال مرگ اوست، قونیه به میادگاه هزاران دلداده و علاقه‌مند به این شخصیت بی همتا تبدیل می شود. مولانا شاعر پارسیگو، عربی، ترکی و یونانی رو به شیوایی زبان فارسی سخن می گفت و در میانه هجوم مغول‌ها به زبان شعر از عشق و صلح گفت و میراثی رو بر جای گذاشت که فراتر از مرزها متعلق به هیچ ملتی نیست. من سالها بود که میخواستم نمایشگاه در گونیه بذارم به خاطر عشق به مولانا و کلن عشق به ادبیات ایران که ادبیات ما جهان شموله. ما نمیتونیم بگیم که فردوسی، مولانا، حافظ، سعدی و فخرالدین راوی، خیام، همه اینها متعلق به هیچ کشوری نیست. جلال الدین که در بلخ به دنیا اومده بود، در 6 سالگی به همراه پدرش سلطان بها جلای وطن کرد. مولانا 16 ساله بود که وارد قونیه شد. در حدود 40 سالگی در همین شهر با پیر و مراد خودش شمس تبریزی آشنا شد و دیوان کلیات شمس رو در رسای عشق خودش سرود. او که جای پدرش رو در میان مریدان گرفته بود، مورد توجه خاص عام بود و وثوق و اعتماد عموم مردم قونیه رو کسب کرده بود. چنانچه پس از مرگش هم آرامگاه او به محل عبادت و طلب حاجت مردم محلی تبدیل شده. مولانا با مثنوی به شرح دیدگاه‌های خودش به زبان شعر پرداخت و پیروان زیادی رو تربیت کرد که بعدها طریقت مولویه رو بنیان نهادند. بعد از او پسرش سلطان بلد و نوه‌اش عارف چلبی برای اینکه روش و بینش زندگی که مولانا آموخته بود نسل به نسل ادامه پیدا کنه، با تغذیه از این منبع اولین مولوی خانه رو در مقبره او احداث کردند. مریدان مولانا همه ساله در این ایام با مراسمی موسوم به شب عروس یا همان شب عروج، به سال مولانا به معشوقش رو با مراسم باشکوه رقص سما گرامی می‌دارند. مولانا اهمیت تربیتی زیادی رو برای سما قائل بود و این رقص رو اسباب دستیابی به کمال می‌دونست و در ابیات بسیاری این حالت رقص رو به عنوان امری که حاصل وجد صوفیه اجتناب ناپذیر می‌دونست. این در حالیه که رقص و آواز در نظر بسیاری از علمای دینی حرامه. فرزیا ثابتی، قونیه. در میان مجموعه خبری نیمروز همکارانم در بخش ورزش با شما همراه میشن و شما رو در جریان تازه‌های دنیای ورزش قرار میدن.
مجموعه خبر نیمروز رو میبینید. مروری بر عناوین خبرها. ضرب و جرح لیلا حسین زاده و رسول بداغی از سوی نیروهای امنیتی. این دو فعال مدنی بالاخره با خانواده هایشان تماس گرفتند. در پی اعدام حیدر قربانی مردم مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در یک سال گذشته احکام دست کم 100 فعال مدنی تشدید شدند. برگزاری کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان. شاه محمود قریشی در گفتگو با ایران اینترنشنال هدف از این نشست را حل بحران افغانستان اعلام کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مشکلات اقتصادی افغانستان پیامدهای امنیتی برای منطقه و جهان دارد. شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران بر اساس اعلام وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی کشوری کرونا هشدار داد طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک اومیکرون خواهیم بود. همزمان کشورهای اروپایی برای مقابله با این سویه جدید محدودیت‌های سختگیرانه جدیدی وضع می‌کنند. و آغاز و سرانجام یکی از مشهورترین شعرهای فارسی زبان. سالها پس از مرگ جلال الدین محمد رومی معروف به مولانا، شهر قونیه همچنان میادگاه علاقمندانه. لیلا حسین زاده و رسول بداغی در تماس‌های جداگانه با خانواده از آزار و اذیت و ضرب و جرحشان به دست مأمورهای امنیتی در زندان خبر دادند. لیلا حسین زاده فعال دانشجویی در تماس کوتاهی که با خانواده داشته اعلام کرده در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر می‌برد. امیر رئیسیان وکیل این فعال دانشجویی نوشته به موکلش اجازه تزریق داروهاش داده نمیشه و در جریان بازداشت در شیراز و انتقال به تهران توسط مأمورهای امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. همچنین رسول بداغی فعال صنفی معلمان که بیش از یک هفته از بازداشتش میگذره در تماس کوتاهی با خانوادش گفته هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راننده ال90 با قفل فرمون به سرش کوبیده و مأمورها از انتقالش به پزشک قانونی خودداری میکنه. در ادامه گزارش‌های حقوق بشری حیدر قربانی فعال کرد زندانی صبح امروز در زندان سنندج اعدام شد. او متهم به همکاری و معاونت در کشتن چند عضو سپاه پاسداران بود. صالح نیکبخت وکیل این زندانی گفته موکلش مخفیانه اعدام شده و هنوز منتظر نظر دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی مجدد بودند. جمعی از مردم سنندج در اعتراض به اجرای حکم اعدام این زندانی تجمع کردند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش امسالش از افزایش فشارها و سرکوب فعال‌های حقوق بشر گزارش داده. در این گزارش وضعیت پرونده دست کم 100 فعال حقوق بشر بررسی شده که با احکام زندان یا شلاق مواجه شدند. به گزارش این سازمان حقوق بشری دلیل افزایش آمار سرکوب و زندان فعال‌های حقوق بشر افزایش جنبش‌های دادخواهی در ایرانه. بر اساس این گزارش بازداشت خودسرانه، فقدان رویه عادلانه قضایی و انتصاب اتهام‌های ساختگی و حتی بازداشت وکلای مدافع این کنشگران روال رایج در اکثر پرونده‌های فعالان حقوق بشر در سال جاری بوده. نعیم دوستار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو با ما همراه میشن تا در همین رابطه گفتگوی داشته باشیم. خانم دوستار، می‌بینیم که در تماس‌های تلفنی که گرفته شده از سوی آقای بداغی و خانم حسین زاده به ضرب و جرحشون در حین بازداشت اشاره میکنن، این نمونه از خشونت که در جریان بازداشت اعمال میشه آیا موردی هست که تازه به موارد بازداشت اضافه شده؟ چون پیش از این کمتر این مورد رو میدیدیم که در هنگام بازداشت این اتفاق میفته. متاسفانه نمیشه گفت که این در واقع اولین نمونه های از ضرب و شتم در هنگام بازداشت هستن، برای اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید پیشتر هم گزارش های از اعمال خشونت در هنگام بازداشت فعالان سیاسی و مدنی داشتیم، اما به نظر میرسه که در واقع شیوع و تکرار این نوع رفتارها داره به مراتب نسبت به گذشته بیشتر میشه و ماموران امنیتی با بی‌شرمی بیشتری در برخورد با فعالان مدنی توی این مرحله رفتار میکنن و خب این
در واقع یک بخشی یا در نخستین حلقه از زنجیره آزار و اذیتیه که فرد بازداشت شده باهاش مواجه میشه. از همون مرحله اول در هنگام بازداشت هایی که معمولا بدون ارائه حکم بازداشت با به شکل های غیر رسمی در ساعت های نامناسب در محل هایی که هیچ به هر حال متناسب نیستن، مثلا در هنگام سفر یا در نیمه های شب اتفاق میفته و بعد در ادامه به یک روند ایزایی دیگه در داخل بازداشتگاه و در جریان و روند بازجویی ها و بعد در واقع صدور حکم و مراحل دیگه همچنان ادامه داره. یک نکته دیگه هم که به مراتب میشه گفت که بیشتر تازگی داره و خب اون هم جزء آزار و اذیت قرار میگیره، همین بیخبر نگه داشتن اعضای خانواده فرد بازداشت شده برای مدت چند روز هست، بدون در حالی که طبق به هر حال همون قوانینی که در زندان‌های ایران وجود داره فرد بازداشت شده باید بتونه در اولین فرصت با خانواده‌اش تماس بگیره و درباره محل بازداشت و دلیل بازداشتش اطلاع رسانی بکنه. خانم دوستدار، به یک زنجیره خشونت اشاره کردید. گزارش سازمان حقوق بشر ایران میگه که در یک سال گذشته دست کم 100 پرونده رو بررسی کرده از فعالان مدنی و حقوق بشر که احکام شدیدی گرفتن. این چرخه در یک بخش دیگریش هم برقراره و اونم احکام شدیدی هست که از سوی دادگاه ها ارائه میشه برای کسانی که بازداشت میشن. خب آیا نتیجه ای هم گرفتن از این وضعیت در این سالا؟ خب متاسفانه به شکل‌های مختلفی این آزار و اذیت‌ها و این صدور احکام شدید میتونه اثر بذاره. توی برخی از فعالان مدنی بسته به سوابق و بسته به به هر حال میزان شناختی که جامعه مدنی از اونها داره ممکنه که به نظر کم اثرتر برسه، برای اینکه اون فعالان از تمام ظرفیت خودشون برای این استفاده میکنن که در دوران آزادی در همچنان به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن، مثل خانم نرگس محمدی که ما شاهد بودیم در مدت کوتاهی که از زندان آزاد شده بودن منشأ بسیاری از فعالیت‌ها و مقاومت‌ها بودن. ولی در یک سطح دیگه در بین برخی از افراد دیگه صدور احکام سنگینی که حالا به طور موقت به حالت تعلیق در اومده یا اجرا نشده یا افراد در مرخصی به سر می‌برن، اینا یک ابزاری هست برای اینکه اون فرد متهم رو یا اون فعال مدنی سیاسی رو وادار بکنن که تحت فشار این احکام سنگین در خارج از زندان دست به سکوت بزنه یا مجبور به خروج از کشور بشه یا به هر ترتیب حوزه فعالیتش رو تغییر بده. ولی با همه اینها اون چیزی که بیشتر مشاهده میشه اینه که صدور احکام سنگین گرچه به قصد ایجاد رعب و وحشت در بین سایر فعالان مدنی صورت میگیره، در نهایت اثر معکوس داره، یعنی افراد رو، فعالان مدنی رو جریتر میکنه، شجاعتر میکنه و در بستر مسیر خودشون ثابت قدم تر. یک خبر دیگر هم امروز بود که یک زندانی سیاسی رو، زندانی سیاسی کرد رو در سنندج اعدام کردند، حیدر قربانی. درباره او چه میدونیم؟ آیا روال عادلانه برای اعمال این حکم صورت گرفته یا اتهامهاش چه بودن؟ خب در مورد این زندانی کرد هم مثل تمام پرونده های که به هر حال به نوع امنیتی خونده میشن در زندان های جمهوری اسلامی روند دادرسی عادلانه نبوده. ما همین الان میدونیم که بدون اطلاع دادن به خانواده ایشون رو اعدام کردن و در شرایطی اعلام کردن که وکیل اعلام کرده که پرونده ایشون در مرحله اعاده دادرسی بوده. خب اینها همین مواردی هستش، از نمونه هایی هست از تخلف در همین پرونده ها و در همین رونده که به عنوان به حال دادرسی در دادگاه های ایران پیش بینی شده. ما میدونیم که زندانی تو همین روند هم باید بهره مند از حقوقی باشه، باید روند بررسی پرونده و بررسی مجدد
مجددش و اعتراضات قانونی که به احکام میتونه صورت بگیره، باید اینها همه به طور طبیعی و دقیق بر مبنای قانون طی بشه، ولی میبینیم اینطوری نیست و خانواده رو ناگهان در معرض یک حکم اجرا شده قرار میدن یا با در واقع فریبکاری، به جای اینکه ازش فرضاً برای آخرین دیدار از اونها دعوت بکنن، اونها رو به مزار شخص اعدام شده میبرن. خب اینا همش واقعا نمونه های دردناکی از عدم تحقق عدالت و برخوردهای خشنیه که من تأکید میکنم که به ویژه با زندانیانی که در مناطق مثل مناطق کردنشین حضور دارن با شدت بیشتری صورت میگیره و با اتهامهای بر مبنای امنیتی تری بودن و با شدت بیشتر. ممنونم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو با ما بودید. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگه توافق با آژانس برای تعویض دوربین‌های نظارتی در مجتمع کرج اقدام داوطلبانه‌ای بوده و این ادعا که ایران تحت فشار توافق کرده صحت نداره. بهروز کمالوندی گفته از امروز بررسی‌های فنی امنیتی دوربین‌ها را آغاز می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با رد ادعاهای طرفین اروپایی در رابطه با تعویق افتادن گفتگوهای وین گفته تهران درخواستی برای وقفه در مذاکرات نداشته. سعید خطیب‌زاده از طرف‌های غربی خواسته برای مذاکرات جدیت بیشتری به خرج بدن. مدیر عامل انجمن پرنده‌شناسی ایران با اشاره به افزایش جمعیت کلاغ‌های پایتخت نسبت به تبعات محیط زیستی این پدیده هشدار داده. علیرضا هاشمی گفته تغذیه کلاغ‌ها از زباله‌ها و پسماندهای غذایی و عدم وجود دشمن طبیعی باعث شده تا تهران با انبوهی از کلاغ‌های پیر مواجه بشه که حتی با وجود ناتوانی در پرواز باز هم به آب و غذا دسترسی دارند. امریکا سبب به هم خوردن تعادل اکولوژیک و تأثیر بر زندگی دیگر جانداران شد. بودجه شورای نگهبان در 14 سال گذشته 10 برابر شده. برآوردها حاکی از اینه که بودجه نهاد از حدود 24 میلیارد تومان در سال 87 به رقم پیشنهادی 277 میلیارد تومان در بودجه سال 1401 رسیده. روزنامه شرق در مقاله این سوال رو مطرح کرده که در سالهایی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شه چرا باید بودجه نهاد افزایش پیدا کنه. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش گفته فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی و غیره فقط مختص سال انتخابات نیستند. روزنامه همشهری در گزارشی از افزایش 35% میانگین قیمت انواع پنیر نسبت به ابتدای سال خبر داده. به نوشته این روزنامه قیمت هر کیلو پنیر سفید که ساده ترین پنیر مورد استفاده خانوارهاست از حدود 52 هزار تومان به 70 هزار تومان رسیده. نرخ فروش معروف ترین برند پنیر سفید با وزن 450 گرم هم اکنون 24500 تومانه. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده بودجه سال آینده با 704 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری مواجه میشه که معادل 51% کل منابع عمومی دولته. این مرکز همچنین پیش بینی میکنه بودجه سال آینده با 156 هزار میلیارد تومان با کسری تأمین نشده روبرو بشه. مرکز پژوهش‌ها بیش برآوردی درآمدهای مالیاتی و ناکافی بودن منابع اختصاص یافته به جبران سیاست ارز ترجیحی رو به عنوان نقاط ضعف اصلی لایحه بودجه 1401 برشمرد. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه میشن تا در همین رابطه گفتگوی داشته باشیم. آقای خاوند، این مبلغ که مرکز پژوهش ها اعلام کرده یعنی 704 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری بودجه به چه معناست؟ ببینیم بودجه سال گذشته بر اساس دو سقف بسته شده بود. یکی سقف 930 هزار میلیارد تومان و دوم سقف 1378 میلیارد تومان 1278 میلیارد تومان که البته من گفتم بودجه سال گذشته، منظور همین بودجه سال 1400 یعنی سال جاری. و وقتی که برای بودجه سال 1401 ارقام بودجه رو اعلام کردن گفته شد که بودجه سال جاری فقط و فقط 7% نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داره. این رو در واقع اشتباه محاسبه کردن یا غلط اعلام کردن، چون اگر بودجه سال 1401 رو
در مقایسه با سقف پایین یعنی 930 هزار میلیارد تومان محاسبه بکنیم که این سقف در واقع بیشتر تحقق پیدا کرده، بودجه سال 1401 لایحه بودجه در واقع رقم افزایشش نسبت به بودجه سال جاری چیزی هست حدود 46% و یک بودجه انبساطی است، نه آنگونه که گفته میشد یک بودجه انقباضی. بنابراین اگر این رو محاسبه بکنیم بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس بدون محاسبه درآمدهای نفتی، این بودجه در همین رقمی که شما گفتین کسری داره و این کسری بر بودجه سال 1401 سنگینی میکنه. خب از 156 هزار میلیارد تومان هم کسری تامین نشده حرف میون اومده. کسری تامین نشده یعنی چی؟ چه تأثیری میذاره آقای خواب؟ ببینید کسری تامین شده اینی که ما بودجه نفت رو هم حساب بکنیم و در بودجه سال 1401 در لایحه بودجه سال 1401 در واقع 532 هزار میلیارد قرار از محل مالیات ها تامین بشه و حدود 382 هزار میلیارد تومان از محل نفت و در این بودجه در واقع ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته عمدتاً مربوط به رقم مالیات هاست و معتقده که این مقدار مالیات نمیتونه تامین بشه، در حالی که در کشور میدونیم حجم به اصطلاح نرخ رشد اقتصادی کشور در سطح بسیار پایینی هست و ارقامی رو که دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه ارائه داده برای تامین مالیات بدون اینکه هیچ اصلاح بنیادی در مورد مالیات ها اعمال شده باشه، این رقم مالیات ها تامین نمیشه و با تامین نشدن این رقم از مالیات ها بودجه سال 1401 اگر بر اساس لایحه دولت تنظیم بشه حدود 156 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که به نظر من کسریش از این مقدار بسیار بیشتر خواهد. آقای خاوند، با این اعداد و ارقامی که از کسری بودجه گفته میشه و شما هم اشاره کردید بهش، وضعیت تورم رو هم داریم، نابسامانی دلار رو هم داریم و بسیاری مسائل دیگه، حالا از سال آینده اقتصادی رو چطور پیش بینی میکنید؟ بودجه سال آینده و اصولا اقتصاد ایران در سال آینده تا اندازه زیادی ارتباط داره به مذاکراتی که در وین جریان داره. اگر این مذاکرات بتواند به ایران اجازه بده که به دارایی‌های ارزی خودش در خارج دست پیدا بکنه و بتواند نفت صادر بکنه دست کم آن گونه که در لایحه بودجه پیش بینی شده، دولت میتونه گلیم خودش رو تا اندازه‌ای از آب بیرون بکشه. ولی اگر این مذاکرات به شکست بکشه، اون وقت مسئله تورم سر به آسمان خواهد زد و همینطور سقوط پول ملی ایران به شدت افزایش خواهد پیدا کرد. ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان با ما همراه. در ادامه مجموعه خبری نیمروز نگاهی می‌کنیم به آغاز کنفرانس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد. وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشسته سازمان همکاری اسلامی هدف از برگزاری این نشست رو اتخاذ یک تصمیم مشترک برای حل بحران افغانستان دونسته. مجموعه خبری نیمروز رو می‌بینید. مروری بر عناوین خبر. ضرب و جرح لیلا حسین‌زاده هنگام انتقال از شیراز به تهران. این فعال دانشجویی پس از 11 روز بیخبری با خانواده تماس گرفت. رسول بوداغی فعال صنفی معلمان هم از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در یک سال گذشته احکام دست کم 100 فعال مدنی تشدید شده. برگزاری کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان. شاه محمود قریشی در گفتگو با ایران اینترنشنال هدف از این نشست را حل بحران افغانستان اعلام کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مشکلات اقتصادی افغانستان پیامدهای امنیتی برای منطقه و جهان دارد. شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران بر اساس اعلام وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی کشوری کرونا هشدار داد در 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک اومیکرون خواهیم بود. همزمان کشورهای اروپایی برای مقابله با این سویه جدید محدودیت‌های سخت‌گیرانه جدیدی وضع می‌کنند. و آغاز و سرانجام یکی از مشهورترین شعرهای فارسی زبان. سالها پس از مرگ جلال الدین محمد رومی معروف به مولانا، شهر قونیه همچنان میادگاه علاقمندانه.
وزرای خارجه 57 کشور اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان گرد هم اومدن تا به بحران انسانی، فقر و گرسنگی در افغانستان رسیدگی کنند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی حملات تروریستی داعش در افغانستان رو محکوم کرد و اون رو نه فقط موجب رنج مردم این کشور بلکه دارای پیامدهای امنیتی منفی برای صلح منطقه‌ای دونست. نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، بزرگترین نشست با موضوع افغانستان از زمان خروج نیروهای آمریکا و ناتو از این کشور و نماینده‌های سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و اروپا هم در اون حضور دارند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با محمود قریشی همتای پاکستانی خودش در حاشیه نشست دیدار کرده. در این کنفرانس به جای پرچم سفید طالبان، پرچم سرنگ افغانستان در کنار پرچم سایر کشورها گذاشته شد. همکارم جواد همدانی از محل برگزاری کنفرانس گزارش می‌دهد. هفدمین نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی لحظات پیش جلسه افتتاحی آن پایان پذیرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان مهمان ویژه یا سخنان ویژه این جلسه بود و عمران خان در سخنرانی خودش به مسائل متعددی اشاره کرد. از جمله چیزی که خیلی جلب توجه کرد این بود که او گفت که در جهان ما یک تعریف واحدی از حقوق بشر نداریم و همه کشورها بر حسب در واقع فرهنگشون و ایده هاشون این موضوع رو تعریف میکنن، پس نمیتوان انتظار داشت که در واقع همه یک تعریف از حقوق بشر داشته باشیم. چیزی که خب جامعه جهانی از افغانستان انتظار دارد که آنها حقوق بشر رو رعایت کنن. به نظر میومد که از موضع طالبان به نوعی دفاع میکرد. او همچنان گفت که افغانستان در شرایطی که افغانستان باهاش مواجه شد از 15 آگوست به این طرف، هر کشوری بود متلاشی میشد و افغانستان هم همین اتفاق هم برای افغانستان افتاده و گفته که فوراً کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان صورت بگیره. از آن سو وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به عنوان میزبان این نشست هم سخنرانی کرد و گفت که در واقع شرایطی که در افغانستان از نیاز به توجه فوری مردم داره. و همچنین گفت که بدون قید شرط کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تعلق بگیره. سخنران دیگر که در این جلسه افتتاحی سخنرانی کردند از جمله فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی بود که او بر تاکید زیادی داشت بر تشکیل دولت فراگیر همه شمول و همچنین بر رعایت در واقع حقوق زنان از جمله حق آموزش و پرورش زنان و اقلیت‌ها. همچنین حسین براهیم طه به عنوان دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی هم سخنرانی کرد. از جمله سخنرانان این جلسه محمد جاسر بود، رئیس بانک توسعه اسلامی، و او از ایجاد یک صندوق برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان هم خبر داد. و نیز سخنرانان از گروه های مختلف مثل گروه عرب، گروه در واقع آسیا و همچنین گروه آفریقا نمایندگان آنها هم صحبت کردند. از جمله سخنرانانی که در این جلسه حضور داشتند و سخنرانی کردند، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال گفت هدف از برگزاری این نشست اتخاذ تصمیم مشترک برای حل بحران افغانستان. هدف از این نشست جلب توجه جهان به وضعیت حساس افغانستان است و اینکه یک بحران انسانی در حال شکل گیری است. اگر به این مسئله توجه نشود، اقتصاد افغانستان سقوط خواهد کرد. بنابراین هدف این است که عواقب آن درک شود و یک رویکرد مشترک و هماهنگ برای چگونگی برخورد با این وضعیت به دست آید. طالبان تحت تاثیر قرار گرفتند، اما هدف اصلی جلب توجه جهان به مردم افغانستان است. 8 میلیون نفر جمعیت این کشور در این نشست نگرانی‌ها و چالش‌های طالبان را بررسی خواهند کرد و برای جامعه جهانی مهم است که دیدگاه آنها را بشنود و در مقابل طالبان نیز باید نگرانی‌ها و درخواست‌های جامعه جهانی را بشنود. برای گفتگو در همین رابطه امین الله حبیبی کارشناس روابط بین الملل اینجا در استودیو و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه میشن. آقای حبیبی اجازه بدید که با شما شروع کنیم. کشورهای شرکت کننده در این نشست آیا اتفاق نظری دارند درباره افغانستان اصلا؟ ببینید، در این شکی نیست که کشورها اتفاق نظری ندارند. هر کدام از این کشورها بحث و منافع خودشون در افغانستان دارند. آنچه که مهم است این است که پاکستان به عنوان موتور تشکیل این کنفرانس اختصاصی
در صدد این است که بخش‌های بشری اوضاع افغانستان رو برجسته بکنن. ببینید از یک زمانی به نظر میرسه که کارها میانه یا توافقات میان پاکستان و طالبان از یک سو و آمریکا از طرف دیگر در یک جایی با بن‌بست با مشکل مواجه شده. از زمانی که گفتگوها در قطر بود، بحث روی این بود که حکومت تشکیل شود که به هر حال ایالات متحده آمریکا و حکومت‌های منتخب در غرب اینو بتونن به مردم خودشون بفروشن که به هر حال یک حکومتی اومده توافق سیاسی صورت گرفته. حالا این توافق سیاسی صورت نگرفته. آمریکا یک شکل رای خودشون رو جدا کردن و این فشار آورده بر پاکستان که با مشکل افغانستان خودش یک جوری دیل بکنه، عرض کنم مدیریت بکنه اوضاع رو، و به همین خاطره که میدونه که از لحاظ سیاسی نمیتونه شناسایی رو برای طالبان کسب بکنه، بخش‌های بشری رو برجسته میکنه و به همین خاطره که از این کنفرانس انتظار دارن که کشورها بیان و کانال‌های عرض کنم که کمکی برای افغانستان خارج از چارچوب حکومت افغانستان، حکومت طالبان باشه، ایجاد بکنن. بنابراین این کنفرانس قدمی خوبی است بحث افغانستان رو مطرح کرده، ولی اینکه نیت پاکستان که پشت این است که شناسایی برای طالبان باشه رو در بر نخواهد داشت. ممنونم آقای سعدزاده. گفته میشه که محورهای اصلی گفتگو افغانستان هستند و هدف از کنفرانس هم در واقع حل بحران افغانستانه. با توجه به سابقه‌ای که سازمان همکاری اسلامی داره پیش از این، آیا امیدی میره به اینکه بتونه بحران افغانستان رو از پس این نشست راهکاری براش پیدا کنه؟ بحران سیاسی خیر، بحران سیاسی باقی میمونه، ولی این کنفرانس یک پیروزی بزرگی است برای پاکستان در تسلطش بر افغانستان. یعنی شما اگه به خاطر داشته باشید اون روزی که طالبان وارد کابل شدن، بلافاصله وزیر امور خارجه پاکستان هم اونجا بود. این 20 سالی که نیروهای خارجی در آمریکا بودن، تمام این مدت پاکستان به طالبان کمک کرد، بهشون اسلحه داد و اینها تونستن در حقیقت این پیروزی رو به دست بیارن. الانم که طالبان به اونجایی رسیده که جامعه جهانی به اون صورت نمیخواد به پذیرتش، با تشکیل این کنفرانس بسیار موفقیت آمیز، فراموش نکنیم 20 وزیر امور خارجه آمدن، 10 تا معاون وزیر امور خارجه آمدن، نماینده های اروپا، آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا جمع شدن. همین آلمان امروز اعلام کرد که بعید نیست 300 میلیون یورو کمک بکنه به افغانستان. به هر حال تونسته جامعه جهانی رو بسیج کنه و ضمناً از مسئله گرسنگی در افغانستان و از خطر ایجاد داعش و دیگر گروه های تروریستی جهان رو به اصطلاح بهشون اختیار بده. و مهمتر از این که آقای عمران نخست وزیر پاکستان امروز گفتش که زیاد هم راجع، یعنی اگه بخوام درست ترجمه کنیم اون چیزی گفت، زیاد هم راجع به مسئله حقوق بشر شما فشار نیارید، دهات افغانستان، مناطق خارج از کابل فرق میکنه، هر کشوری حقوق بشر خودشه. این در حقیقت داره به جامعه جهانی میگه که شما بایستی طالبان رو بپذیرید اونجور که است. قدمی است به اصطلاح برای رفتن پذیرش افغانستان در سطح بین المللی. آقای حبیبی، فیصل بلفرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم سخنرانی کرد در این نشست. چه موازه ای رو برش تاکید میکنه عربستان؟ میدونیم که پاکستان به هر حال برگزار کننده است، ولی نقش مهمی داره عربستان سعودی. ببینید، عربستان سعودی هم البته این کنفرانس هم به ابتکار عربستان سعودی هم برگزار میشه و وزیر خارجه عربستان سعودی صحبت بسیار جالبی داشتن. گفتن بخش عرض کنم امور بشری و بشر دوستانه رو در افغانستان مطرح کردن، این کمک ها باید صورت بگیره و گفتن که عربستان تا حالا هم کمک کرده. منتها فراموش نکنید که عربستان سعودی تقریبا در موضع جهانی قرار گرفته در مورد افغانستان. بحث حکومت همه شمول که در اون حکومت باشه که بخشای دیگه جامعه افغانستان رو هم شامل بشه، عرض کنم که کمک های بشر دوستانه به افغانستان، مسئله حقوق بشر، حقوق زنان که تاکید کردن که روی اینها احتمالاً در گذشته عربستان سعودی اعلامیه‌ای داده بودن که در این زمینه کوتاه نمیان، و اینا به نظر من بخشایی از نکات مهمی هستش که جهان اصلا با طالبان با همین مشکل داره. کشورهای غربی، کشورهای جهان دموکراتیک، اینا برای اینکه بتونن، به خصوص برای آقای بایدن، برای اینکه بتونه شناسایی طالبان رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه بسیار سخته،
و باعث شکست آقای بایدن در انتخابات بعدی خواهد شد. بنابراین این کار بسیار سختی است و عرض کنم که کشورهای مثل عربستان سعودی و تقریبا تمام کشورها، حتی خود پاکستان در همین کنفرانس بحث شناسایی رو مطرح نمی‌کنه، برای اینکه می‌دونه که این خیلی حساسه و یک جوری یک مکانیزمی فراهم میشه که کشورها خارج از میکانیزم دولت با دولت با افغانستان رفتار بکنن، کمک بکنن به مردم افغانستان خارج از حکومت طالبان. این خطراتی رو داره و این خطرات میتونه با مسئله شناسایی طالبان رو در بلند مدت در کنار بگذاره و این برای حکومت طالبان به نظر من دستاورد خوبی نخواهد بود. نقش عربستان سعودی رو اشاره کردید که به ابتکار عمل داره در این رابطه. آقای سعدزاده، شما چطور ارزیابی میکنید نقش عربستان سعودی رو در حل بحران افغانستان؟ فکر میکنید که توازن رو در اون منطقه دچار تغییری خواهد کرد؟ یعنی به دنبال چه است عربستان سعودی؟ عربستان سعودی به دنبال این است که نقش قطر رو در اونجا کم بکنه. همینطور که میدونید اعلامیه رسمی هم که کم یا بیش از در روزنامه‌های عربستان سعودی خونده میشه راجع به نقش قطره، چون واقعا قطر در جهان اسلام رفته پشت اخوان المسلمین، رفته پشت اسلام سیاسی سنی همراه با ترکیه. و همونطور که میدونید این دو سالی که با آمریکا داشت مذاکره میکرد با طالبان، در قطر مذاکره میکرد، در دوحه بود که اونجا تقریبا سرنوشت افغانستان رو اینا رقم زدن. قطر اولین کشوری بود که هواپیماهاشو فرستاد به کابل. الان سعی میکنه که با امکانات اقتصادی که داره بیش از پیش دولت طالبان یا این هر چیزی که در افغانستان میتونیم نامش بذاریم تحت کنترل خودش داشته باشه. و اون چیزی که عربستان سعودی خیلی خیلی ازش واهمه داره، نه تنها عربستان سعودی بلکه امارات متحده عربی، این دو کشور اصلا روابطشون به این علت با قطر بد شد که اونها از قطر میگفتن قطر حامی تروریسمه، یعنی در حقیقت قطر حامی اخوان المسلمین در سطح جهان اسلامی، در همه جا، در لیبی، در افغانستان، در سوریه، در همه جا هست. و این نقشه ایست که قطر برای خودش انتخاب کرده و همین علت عربستان سعی میکنه که نقش قطر رو کم کنه، ولی فکر نمیکنم، چون قطر یه مقدار اونجا بیشتر نفوذ داره. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما بودید و شما امین الله حبیبی، کارشناس روابط بین الملل، که اینجا در استودیو با من در این گفتگو همراه بودید. قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران و واکنش‌های کاظم غریب‌آبادی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته. غریب‌آبادی گفته شکنجه زندانی‌ها در ایران دروغه و هر کس ادعای شکنجه شدن داره به نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کنه. نوشین خانی نگاهی می‌کنه به واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی. پویا، کلن صحبت‌های غریب‌آبادی در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای رو به همراه داشته، تا جایی که کاربرها هشتگی رو درست کردن با عنوان من هم شکنجه شدم و یک کارزار راه انداختن با این هشتگ. کاربرها با این هشتگ دارن روایت‌های خودشون و عزیزانشون از شکنجه در ایران رو می‌نویسن. من هم یک بخشی از اینها رو اینجا مرور می‌کنم. روایت مردم در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که شکنجه یک زندانی نه فقط روح و جسم او، بلکه جامعه رو هم آزار میده. کاربران در کارزار من هم شکنجه شدم روایت میکنن که چگونه سایه شکنجه تن و روح اونها رو آزرده کرده و تصویر ذهنی اونها از حکومت رو با تلخی آمیخته است. صفحه توییتری سازمان حقوق بشر ایران هم به دنبال همین کارزار و اعتراض کاربران نوشت: طبق تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، موارد شکنجه تقریبا در تمام پرونده‌های منجر به صدور احکام سنگین از جمله حکم اعدام دیده شده. سازمان حقوق بشر ایران در آخر این واکنش از تمام کسانی که شاهد آزار و شکنجه در ایران بودند خواست تا با همین هشتگ روایت خودشون رو
بنویسن. محمد رضا بیگدلی، طلبه و پژوهشگر، با هشتگ شکنجه شدم نوشته: طبق اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتباره. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشه. سعید دهقان وکیل دادگستری هم میگه با حذف فیزیکی شاهدان شکنجه نمیتوان شکنجه رو حذف کرد. با رفتن شاکیان شکنجه به درگاه متهمان آن نمیتوان دادخواهی کرد. یک کاربر دیگه هم ادعای غریب آبادی رو وقاحت توصیف کرده و نوشته خب همین الان علی یونسی و امیر حسین مرادی در زندان زیر شکنجه هستن. وکیل و خانواده اونها در طی این مدت چندین بار مراجعه کردن آزاد کنین تا بتونن بگن شکنجه شدم. بسیاری از کاربرها روایت‌های دردناک خودشون از شکنجه رو با هشتگ شکنجه شدم بازنشر کردند. مانند این کاربر که نوشته وقتی با یک دختر 2 سال و 4 ماهه و یک پسر 3 ماهه در بند 3000 کمیته مشترک در انفرادی باشی، روزی 3 بار حق رفتن به دستشویی داشته باشی، طی 3 ماه 3 بار هواخوری کوتاه داشته باشی، تکه‌های نون رو از روی دیوار دستشویی برداری، با آب دهان خیس کنی برای پسر 3 ماهت، شکنجه است. شیرین نریمانی میگه وقتی فقط 17 سال داشتم در 15 اسفند 59 با کتک‌های بسیار از سلول به محوطه اوین منتقل شدم و بعد از تحمل شلاق‌های بسیار که ستای اول اون رو شمردم ولی بعدش دیگه بی‌حس شده بودم، در یک گودال تا گردن خاک شدم و روی سرم رولت روسی رو بازی کردن. احمد باطبی روزنامه نگار نوشته هنوز در رفت و آمد انفرادی بودم که در نامه‌ای به قوه قضاییه نوشتم چطور شکنجه شدم. سرم رو در مسترا فرو کردم و دندونهام رو شکستند. نتیجه این بود که گفتن چون نمیدونی چه کسی شکنجت کرده امکان پیگیری پرونده وجود نداره. گروهی از کاربرها هم با همین هشتگ روایت‌هایی از نزدیکان و دیگر زندانیانی که در سال‌های اخیر در ایران بازداشت شدن یا جان باختن می‌نویسند. کاربری نوشته نیلوفر بیانی دست کم 1200 ساعت بازجویی توسط بازجویان اطلاعات سپاه به صورت کاملا برهنه همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز داشته. شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی. رضا یونسی هم میگه شکنجه یعنی آنچه که وکیل لیلا حسینزاده تایید کرده. انفرادی در بند 209، آسیب جسمی و ممانعت از استفاده از دارو با وجود داشتن مشکلات جسمی. و در نهایت هم کاربری نوشت من هم شکنجه شدم. اما واقعیت اوریان شکنجه در جمهوری اسلامی نه مشت و لگد و سیلی های بازجوب ماست، بلکه شکنجه های کهریزک، شکنجه بچه های آبان در پلیس امنیت گیشا، شکنجه های کشتارگاه و اطلاعات خوزستان و کردستان و بلوچستان و ارومیه، شکنجه خانه های ناامن سپاه و اطلاعات. در ادامه برمیگردم به پویا. ممنونم از تونشی. در ادامه مجموعه خبری نیمروز تا دقایق دیگه به شناسایی سویه اومیکرون کرونا در ایران میپردازیم. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در ایران شناسایی شده. مجموعه خبر نیمروز رو میبینید. مروری بر عناوین خبر. ضرب و جرح لیلا حسینزاده هنگام انتقال از شیراز به تهران. این فعال دانشجویی پس از 11 روز بیخبری با خانواده تماس گرفت. رسول بوداغی فعال صنفی معلمان هم از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در یک سال گذشته احکام دست کم 100 فعال مدنی تشدید شده. برگزاری کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان. شاه محمود قریشی در گفتگو با ایران اینترنشنال هدف از این نشست را حل بحران افغانستان اعلام کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت مشکلات اقتصادی افغانستان پیامدهای امنیتی برای منطقه و جهان دارد. شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران بر اساس اعلام وزارت بهداشت. عضو کمیته علمی کشوری کرونا هشدار داد در 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک اومیکرون خواهیم بود. همزمان کشورهای اروپایی برای مقابله با این سویه جدید محدودیت‌های سختگیرانه جدیدی وضع می‌کنند. و آغاز و سرانجام یکی از مشهورترین شعرهای فارسی زبان. سالها پس از مرگ جلال الدین محمد رومی معروف مولانا، شهر قونیه هم
همچنان میادگاه علاقمندان. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در ایران شناسایی شده. در همین حال رضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خواستار بازگشت محدودیت‌های کرونایی به دلیل کشف سویه اومیکرون شده و هشدار داده در صورت اجرا نشدن محدودیت‌ها احتمالاً در 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک اومیکرون در کشور خواهیم بود. در همین رابطه مجید مختاری عضو کمیته علمی کشوری کرونا هم از شیوع سویه اومیکرون کرونا در ایران خبر داده و تایید کرده افرادی با ابتلا به این سویه جدید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. در حالی که بسیاری از کشورها محدودیت‌های جدیدی را برای مقابله با سویه جدید اومیکرون وضع می‌کنند، در ایران تصاویری منتشر شده که حاکی از برگزاری عزاداری ایام فاطمیه است که در برخی موارد پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت نشده. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد از برگزاری کنسرت‌های موسیقی طبق برنامه زمان‌بندی شده و از ابتدای دیما خبر داده. بر اساس تاییدیه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار این کنسرت‌ها با ظرفیت 100% در سالن‌ها برگزار بشن. پیشتر زمان برگزاری کنسرت‌ها ابتدای آذر ماه اعلام شده بود، اما به دلیل اختلاف نظر سالن‌دارها با تهیه کننده‌ها در خصوص بهای بلیت این زمان به تعویق افتاده. شیوع سویه اومیکرون در اروپا باعث شده دولت‌ها محدودیت‌های سخت‌گیرانه جدیدی را وضع کنند. هلند در آستانه سال نو قرنطینه سراسری را به اجرا درآورده و از صبح امروز مدارس، اماکن عمومی و غیر ضروری این کشور از جمله آرایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی تعطیل شدند و این شرایط تا اواسط ماه آینده میلادی ادامه دارد. کافه و رستوران‌ها، موزه‌ها و سینماها از اواخر ماه گذشته تنها تا ساعت 5 عصر مجاز به فعالیت بودند و حالا برای دست کم 3 هفته تعطیل می‌شوند. فرانسه، دانمارک و ایرلند دیگر کشورهای اروپایی‌اند که تدابیر سختی برای مقابله با اومیکرون اعمال کردند. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما همراه هستند تا در همین رابطه گفتگوی داشته باشیم. آقای دکتر صدری، نمونه‌هایی از اومیکرون در ایران شناسایی شدند، با چه پدیده‌ای روبرو خواهیم بود بعد از این؟ درود بر شما. خب با توجه به اینکه میدونیم که ویروس جدید کرونا قابلیت انتشار بسیار سریع داره، بایستی شاهد باشیم که احتمالاً در چند هفته آینده ویروس اومیکرون از ویروس دلتا پیشی خواهد گرفت و در ایران با افزایش بسیار زیاد موارد این ویروس مواجه خواهیم بود. همونطور که میدونید به طور مثال در بریتانیا تعداد موارد اومیکرون هر 2 تا 3 روز 2 برابر می شود و چنین پدیده‌ای در کشورهای دیگر هم دیده شده مثل دانمارک یا آفریقای جنوبی. بنابراین در روزهای آینده ما با افزایش بسیار زیاد در موارد اومیکرون در کشور مواجه خواهیم بود. خب بعضی از مقامات وزارت بهداشت درخواست این رو کردند که محدودیت‌ها دوباره برگردند و محدودیت‌های بیشتری در واقع از اونچه که هست اعمال بشن. چقدر تأثیر داره اگر این اتفاق بیفته؟ چقدر جلوگیری می‌کنه از اونچه که پیش‌بینی می‌کنی؟ مسلماً با توجه به این که می‌دونیم که ویروس اومیکرون توانایی انتشار بسیار زیادی داره و حتی دیده شده که توانایی آلودگی مجدد افراد رو حدود 5.3 برابر بیش از گونه دلتا داره، با توجه به این ما می‌دونیم که محدودیت‌ها الزامی است و خب بایستی اونها اعمال بشند و مردم فهیم ایران هم بایستی بسیار مراقب باشند. ولی باز بزرگترین و مهمترین مسئله در اینجا واکسیناسیون هست. من قویاً هموطنانی که تا به حال واکسن رو دریافت نکردند قویاً ازشون خواهش میکنم که این کار رو بکنن، هم به خاطر خودشون هم به خاطر دیگران، چون من به عنوان متخصص ICU بسیاری از افراد رو دیدم در لحظه مرگ از این مسئله ابراز ندامت کردن و این امیدوارم که برای هیچ کسی اتفاق نیفته. به هر حال جلوگیری از انتشار ویروس در درجه اول بسیار مهم هست و پس از اون واکسیناسیون. خب آقای دکتر، چقدر تفاوت داره این نمونه از جهش ویروس با جهش‌های دیگه‌ای که بود، مثلا جهش دلتا؟
از نظر مرگ و میر به نظر میاد که ویروس اومیکرون بسیار ویروس خوشخیمتری باشه. من یه سری آمار خدمت شما فقط بدم. در حال حاضر در آفریقای جنوبی که در پیک هست، ما حدود 546 نفر بیمار در وضعیت وخیم داریم، در صورتی که در ایران ما که تعداد موارد 1/10 هست بر اساس آمار اخیر حدود 2900 نفر. همینطور اگر موارد مرگ و میر در آفریقای جنوبی که الان در پیک هستش رو در نظر بیاریم، در هفته اخیر 229 نفر و در ایران خود ما بر اساس آمار رسمی 372 نفر بوده. بنابراین به نظر میاد که مرگ و میر ناشی از ویروس اومیکرون بسیار بسیار کمتر باشه، شاید 1/10 یا همین حدود، ولیکن به هر حال بسیاری بسیاری از افرادی که نقص ایمنی دارند یا بیماری های زمینی دارند کماکان آسیب پذیر هستند و مثل بقیه انواع و همون چیزی که ما دیدیم، بیش از 90 و چند درصد مرگ و میر از افرادی است که واکسن نزدند. از طرفی ویروس به دلیل اینکه تغییرات زیادی در پروتئین شاخدار یا اون اسپایک پروتئین داره، یه مقداری توان بیشتری از ویروس دلتا و بقیه ویروس ها برای فرار از واکسیناسیون داره و به هر حال تعدادی از افرادی هم که واکسینه شدند مبتلا خواهند شد، ولی تردیدی نیست که کسانی که واکسینه شدند بیماری بسیار خفیفتری خواهند داشت و عوارض بیماری در اونها کمتر خواهد بود و بستری در آی سی یو و مرگ به مراتب در افرادی که واکسینه شده اند کمتر هست. این رو من تاکید میکنم. سپاسگزارم آقای دکتر صدر. نگاهی کنیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. یک دادگاه تجدید نظر دستور دولت بایدن مبنی بر الزام دریافت واکسن کرونا برای کارمندان شرکت‌های آمریکایی را که پیشتر متوقف شده بود دوباره تایید کرد. بر اساس این تر، کارکنان شرکت‌هایی که بیش از 100 کارمند دارند یا باید واکسن بزنن یا برای اثبات سلامتیشون آزمایش بدن. 80 میلیون کارمند آمریکایی مشمول این قانون. طوفان در فیلیپین جان دست کم 90 نفر را گرفت. طوفان با سرعت حدود 195 کیلومتر در ساعت موجب شد حدود 300 هزار نفر خانه‌های خودشون رو ترک کنن و به مناطق امن‌تر برن. تصاویر اولیه هوایی از مناطقی که بدترین صدمات رو دیدن حاکی از خسارات گسترده این طوفان. فیلیپین به طور متوسط شاهد 20 طوفان. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق از شلیک دو راکت کاتیوشا به منطقه سبز بغداد خبر داد. در بیانیه رسمی این واحد که بامداد امروز منتشر شده اومده، یکی از راکت‌ها توسط سامانه دفاعی سیرام در آسمان منهدم شده و دیگری در نزدیکی یک میدان سقوط کرده و موجب آسیب دیدن دو خودروی غیر نظامی شده. این حمله در حالی صورت گرفته که شب گذشته گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در شبکه‌های اجتماعی با زبان عربی و فارسی پیام‌های تهدید آمیز علیه نیروهای آمریکایی منتشر کردند. این پیام‌ها یادآور می‌شدند که آخرین فرصت حضور نیروهای آمریکایی در عراق 31 دسامبر. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از اربیل تا بیشتر در این رابطه بدونیم. تروسک، جزئیات این حمله راکتی دیشب در منطقه سبز بغداد چی بوده؟ خب طبق بیانیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، ساعت 2 بامداد امروز دو راکت به منطقه سبز بغداد پرتاب شده. صدای هشدار دهنده های کنسولگری آمریکا شنیده شده. سامانه دفاعی سیرام در آسمان یکی از اونها رو منهدم کرده و دیگری همونطور که شما هم اشاره کردید در نزدیکی یک میدان مراسم سقوط کرده و به خسارت به خودروی غیر نظامیان وارد شده. خود این حمله خسارت جانی نداشته. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق گفته که تحقیقاتشون رو شروع کردن و اون رو در اختیار عموم قرار خواهند داد. اما اینکه چه کسانی پشت این حمله بودن هنوز مشخص نیست، ولی خب شب گذشته گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های اجتماعی وابسته به خودشون به زبان عربی و به زبان فارسی خصوصا پیام‌های تهدیدآمیز، همونطور که شما هم اشاره کردید، علیه نیروهای آمریکایی منتشر کردن. تهدید کرده بودن دوباره اونها تا 31 دسامبر حق دارن که در خاک عراق بمونن، وگرنه جنگ علنی که قبلا هم هشدار داده بودند علیه نیروهای آمریکایی در خاک عراق آغاز خواهند کرد. درست که واکنشی هم داشته این حمله تا الان.
جز این دولت هنوز واکنش رسمی نداشته، جز اینکه ارتش گفته که تحقیق میکنن در این مورد. مردم بسیار نگران بودن، طبق معمول در شبکه‌های اجتماعی نگرانی مردم رو دیدیم. مسئله ای که وجود داره اما اینه که به گفته ناظران با نزدیک شدن به موعدی که حالا قرار بوده سیوی کمدسام نیروهای رزمی آمریکایی از عراق خارج بشن، فشار گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به دولت و به مستشارانی که حالا قراره که در عراق باقی بمونن بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل که یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته تایید کرده بود که مسئولیت اونها اینه که، یعنی نیروهای عراقی، اینه که حفاظت بکنن از مستشارانی که در پایگاه‌های عراقی باقی میمونن و اونها ریاست این مستشاران و فعالیت‌هاشون رو، یعنی نیروهای عراقی ریاست و مدیریت اونها رو بر عهده خواهند داشت. حالا اظهارات مقامات امنیتی اینطور که ناظران در عراق میگن اینه که تلاش بکنن جلوگیری بکنن تا دو هفته آینده تنشی به وجود نیاد، اما با این حال هیچ ضمانتی هم وجود نداره اینکه گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی تا چند هفته دیگه حملاتشون رو شروع نکنن و این تنش در اینجا بیشتر نشه. تروسک صادقی همکارم در اربیل، ممنونم. اما بحران فزاینده بین آمریکا و متحدان اروپاییش با روسیه بر سر اوکراین در هفته گذشته به بالاترین سطح خودش رسیده. این سوی مرز مسکو با تقویت مستمر نیروهای نظامیش گمان حمله غافلگیر کننده به خاک اوکراین رو بیش از پیش تقویت میکنه. اون سو آمریکا و اتحادیه اروپا با شدیدترین هشدارهای بازدارنده تمام سعی خودشون رو بر ممانعت از حمله احتمالی متمرکز کردن. آخرین خبرها که حاکی از شرط و شروط روسیه و حصول توافقی بر سر اوکراین در گزارش رابافه. عدم عضویت در ناتو شرط روسیه برای کاهش تنش مرزی با اوکراین. با ارائه پیشنویس دو متن پیشنهادی روسیه به آمریکا و متحدان اروپاییش، ابعاد تنش بر سر اوکراین وارد مرحله جدیدی شده. تنشی که از اوایل قرن حاضر بین فدراسیون روسیه و غرب بر سر گسترش پیمان امنیتی آتلانتیک شمالی یا همان ناتو با الحاق دیگر جمهوری‌های استقلال یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در حال شکل گیری بوده. به ویژه درباره تمایل ناتو و احزاب غرب‌گرای اوکراینی به پیوستن به ناتو. پیشنهاد روسیه جهت کاهش تنش‌ها دو پایه بنیادین دارد. نخست، عدم عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو و دوم، عقب نشینی آمریکا و دیگر اعضای ناتو از برگزاری مانورهای نظامی و تقویت حضور نظامی و موشکی ناتو در نوار مرزهای غربی روسیه. معاون وزیر خارجه روسیه خواسته های مسکو در خصوص راه حل بحران در اروپای شرقی را این گونه بیان می کند. واشنگتن و متحدانش در ناتو به سرعت باید کنش‌های خصمانه خود علیه روسیه شامل انجام مانورهای رزمی هماهنگ نشده و نزدیک شدن‌های خطرناک هواپیماها و ناوهای جنگی خود به مرز روسیه را متوقف کند. پایتخت‌های غربی خیلی خوب از درخواست‌های مستمر روسیه از ناتو جهت ابراز برائت از فرمول اعلامی اجلاس ناتو در سال 2008 در بخارست در خصوص قبول عضویت اوکراین و گرجستان به ناتو مطلعند. از دیگر سو سیاست چند جانبه گرایی دولت جو بایدن که پایه اصلی کارزار انتخاباتی او در صورت پیروز شدن بوده، دولت آمریکا را در موقعیت سختی قرار داده، چرا که از یک طرف آمریکا مایل به افزایش سطح تنش با روسیه در اروپا نیست، از سوی دیگر با توجه به عقب نشینی های آمریکا از افغانستان، عراق و سوریه، جایی برای مسامحه و خالی کردن پشت متحدان اروپایی در برابر برتری طلبی های روسیه در اروپای شرقی باقی نمی‌گذارد. به همین دلیل موضع آمریکا ترکیبی است از هشدار و درخواست برای کاهش سطح تنش بر سر اوکراین. ما در مسیر رسیدن به پرسش فراگیر کارکرد دیپلماسی با روسیه از منظر پیشرفت معنادار پشت میز مذاکره قرار داریم و البته چنین مذاکراتی میبایست در چارچوب کاهش تنش و نه افزایش تنش برگزار شود. از این رو بسیار مشکل خواهد بود اگر هر گونه جهتگیری توافق جویانه از سوی آمریکا به نوعی در چرخه تنش‌زایی طرف مقابل حل شود. با این حال به نظر من این موضوع نافی ابراز نگرانی های ما و همچنین ارائه فرصت به طرف روسی برای ابراز نگرانی هایش نیست. ما به طور اساسی به دنبال سیاستی ترکیبی از بازدارندگی و دیپلماسی هستیم که دقیقاً بتواند همان خواسته اصلی ما که همان تنش زدایی را برآورده کند.
همزمان روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از احتمال ارسال تجهیزات نظامی آمریکایی که قرار بود تحویل دولت سابق افغانستان شود به اوکراین خبر می‌دهد. به هر روی تبدیل هماوردی روسیه و غرب بر سر اوکراین به تقابل نظامی گسترده کماکان احتمالی است حداقلی. با این حال هم روسیه و هم آمریکا و متحدان اروپاییش به خوبی می‌دانند که با عقب نشینی از مواضع اعلام شده خود طرف مقابل از پیشروی و گسترش حوزه نفوذ خود دست نخواهد کشید. رها باوند. در ادامه مجموعه خبری نیمروز تا دقایق دیگه گزارشی داریم از بزرگداشت مولانا جلال الدین مشهور به مولوی، مراسمی که هر ساله در قونیه و آرامگاه او برگزار میشه و شمار زیادی هم در اون شرکت میکنه.